سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره معرفی علی شادمان و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. علی شادمان متولد 4 آذر 1375 در ایلام بازیگر ایرانیه که مادرش معلم علوم تجربی و پدرش هم دکترای تاریخ داره و استاد تاریخ هستن و از کودکی با ادبیات و شعر سر و کار زیادی داشته. علی یه خواهر کوچیکتر از خودش به اسم آریانا داره که رابطه صمیمی با هم دیگه دارن. او کار بازیگری رو در نوجوانی از سال 1385 با بازی در فیلم میم مثل مادر آغاز کرد که برای این نقش در سال 86 جایزه بهترین بازیگر کودک 37مین دوره جشنواره بین المللی رشد رو دریافت کرد و همچنین در فیلم های سینمایی 100 سال به این سالها، زمانی برای دوست داشتن و کلانتری غیر انتفاعی و سریال سرزمین کهن به ایفای نقش پرداخته. ایشون در سال 1392 در فیلم ساکن طبقه وسط به کارگردانی شهاب حسینی و در سال 1390 در فیلم رویای سینما به کارگردانی علی شاه حاتمی ایفای نقش کرده و در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی شرکت داشته و در سال 2010 و 2011 نیز برنده دو جایزه ویژه سینکیت و فیسی شد و در همین دو سال بهترین بازیگر نوجوان سال شناخته شد. علی شادمان در سریال کیمیا به کارگردانی جواد افشار نیز که در سال 1394 از شبکه دوم سیما پخش شد ایفای نقش کرده و با حضور در نقش کیوان به خوبی شناخته شد. شادمان اولین بار توسط رسول ملاقلی پور به سینمای ایران معرفی شد و دلیل انتخاب او توانایی وی در نواختن ویولن بود و در فیلم میم مثل مادر خواهر کوچکترش در نقش کودکی های خودش ظاهر شد. او طی مصاحبه اشاره میکنه به اینکه شاید تنها چیزی که در اون زمان اصلا به اون فکر نمیکردم این بود که روزی بازیگر شم، چون در اون سن و سال خیلی نمیشه برای آینده تصمیم گیری کرد و در واقع این اتفاقی که برام رخ داد باعث شد تلنگری به من زده شه که وارد این کار شم. خیلی هم از این اتفاق خوشحالم. بازیگر شدن اتفاق بزرگی تو زندگی من بود که مسیر زندگیمو تغییر داد و وقتی هم مدتی در این کار فعالیت کردم حس کردم چقدر این کارو دوست دارم و میتونم در اون فعالیت داشته باشم و همین باعث شد که سعی کنم از این اتفاق استفاده کنم و خودمو پخته تر و حرفه‌ای تر کنم. و در ادامه مصاحبه میگه که تا الان هر چیزی که تو زندگیم دارم رو بدون شک مدیون پدر مادرم هستم و همیشه بهترین مشاور من در زندگی در هر کاری بودن. هیچ وقت مانع من نشدن و همیشه پشتیبان و حامی من در این کار بودن، ولی در کنارش نصیحت‌های خودشون رو هم داشتن. مثلا میگفتن اگر بازیگری رو به عنوان شغل خود انتخاب کنی ممکنه در آینده به مشکلاتی برخورد کنی، چرا که بازیگری یا کلاً مشاغل سینمایی تضمینی ندارن که شما همیشه مشغول کار باشید و کسب درآمد کنید. همیشه به من توصیه می کردن که حداقل رشته دانشگاهیم رو چیز دیگه ای انتخاب کنم تا در کنار بازیگری بتونم در عرصه دیگه ای هم فعالیت کنم
ولی شخصا بعد از مدتی حس کردم که فلسفه ی زندگی من تو سینما خلاصه میشه و به جز بازیگری، نویسندگی و کارگردانی هم جزو دغدغه‌های من هستن و به همین دلیل تصمیم گرفتم که به صورت آکادمیک همین رشته رو دنبال کنم و در حال حاضر دانشجوی کارگردانی هستم. شادمان در رابطه با مدیریت بین بازیگری و درس میگه که من از کلاس 4 وارد بازیگری شدم و از اون زمان تا به امروز مشغول بازیگری بودم. هرچند سعی کردم در این 10 که مشغول کار هستم در کارهایی بازی کنم که دوست داشته باشم و به همین دلیله که در این مدت تنها در 9 تصویری و 1 تئاتر حضور داشتم و اینطور نبوده که مدام در فیلم‌های مختلف مشغول کار باشم. سخت‌ترین کارم در این مدت سریال در سرزمین کهن بود که 2 درگیر اون پروژه بودم و در تمام این 2 هر روز آفیش بودم و باید می‌رفتم سر کار. هر روز ساعت 6 صبح باید می‌رفتم سر لوکیشن و تا غروب یا شب کار ادامه داشت و شب‌ها که به خونه برمیگشتم معلم خصوصی میومد تا درس‌ها رو با او کار کنم و بعد از اون شام می‌خوردم و مرور درس‌ها رو داشتم و دوباره فردا ساعت 6 صبح باید می‌رفتم سر کار و این داستان 2 ادامه داشت ولی هرگز اجازه ندادم که کار به درس خوندنم لطمه بزنه. سریال کیمیا هم که بازکاری طولانی بود همزمان با دوره پیش دانشگاهیم بود ولی باز سعی کردم درس خوندنم رو مدیریت کنم و خوشبختانه موفق هم بودم. برای سرزمین کهن من از 13 سالگی تا 15 سالگی درگیر کار بودم، در سن بلوغ هم بودم ولی باید راکورد‌های نقش رو حفظ می‌کردیم چرا که من هم باید سن 7 سالگی اون شخصیت رو بازی می‌کردم و هم سن 14 سالگی و این کار رو بسیار سخت کرده بود و من هم روز به روز داشتم بزرگتر می‌شدم. با مشاوره چند دکتر و با درمان عجیب و غریب و ریسکی که کردیم پذیرفتم که یک سری داروها رو مصرف کنم که از رشد و بلوغ من جلوگیری کنه. پدر و مادرم هم خیلی در این زمینه تحقیق کردند و تضمین‌های از دکترها گرفتند ولی با این حال کار پر ریسکی بود و خوشبختانه اتفاق بدی هم نیفتاد. علی در ادامه اشاره می‌کنه به اینکه خیلی کتاب میخونه و فیلم نگاه میکنه، دوستای محدودی داره و تعدادشون به اندازه انگشتان دست هم نمیرسه چون در انتخاب دوست خیلی وسواسیه و معتقده که آدم با 3 دوست صمیمی باشه بهتر از اونه که با 100 دوست سطحی باشه. خیلی از اوقاتش رو با دوستاش میگذرونه و با اونها راجع به کتاب ها و فیلم هایی که میخونن و میبینن صحبت میکنه. خیلی اهل بیرون اومدن از خونه نیست و باشگاهی در کنار خونه‌شونه که برای ورزش به اونجا میره. به عکاسی علاقه زیادی داره و میگه که به صورت حرفه‌ای این کارو انجام میده. سوژه‌ها آزاد و روی سوژه خاصی در عکاسی تمرکز نکرده ولی به صورت کلی به شدت به عکاسی علاقه داره و اونو دنبال میکنه. از طرف دیگه به نوشتن متن و فیلم نامه نیز علاقه زیادی داشته و این روزها مشغول نگارش یک فیلم نیمه بلند هستش. و در آخر جا داره که از علاقه این بازیگر با خواهرش بگیم و پستی که در تاریخ 10 اردیبهشت به مناسبت تولد خواهرش در اینستاگرام منتشر کرده را بخونیم. تو برای من زیباترین دختر جهانی، تو برای من عاشق ترین خواهر جهانی، تو برای من دلیلی و تمام ترجمه هاش، تو انگیزهی، برهانی، جهتی، سببی، تو علت من، تمام من، جاودانگی من، تو فراتر از من و تن منی. تولدت مبارک آریانای من، استخوان من. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.